از بله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم به ادامه درس قبلی مسلین محترم یعنی ما در اینجا حاصل جمع جمع و تفریق میتریکس ها ای به این معنی نیست که فرد مثال ما دو میتریکس با همدیگر جمع و تفریق کرده میتونم چندین مترکس با همدیگر هم جمع کرده میتونم و هم تفریق کرده میتونم فقط شرط شانی نمی باشد که باید هم درجه باشد, باشد. اگر ما داشته باشیم 3 دانه میترکس دو منفی 3 4 و یک باشه سفر و منفی دو مترکس اول میترکس دو میشون بی مسایی با چند باشه 3 و 4 یک و منفی سی و دو و منفی 4 باشه این هم میترکس دوم میترکس سی و سی با چند باشه یک و سفر منفی دو و 4 صفر و شش باشد این سی متریکس است میبینین درجه از این چند تا سطر داره یک سطر دو سطر سی سطر چند ستون دو ستون خیلی سی در دو این هم سی در دو و این هم سی در دو باز هم ای هر سی متریکس با هم هم درجه است دا. پس هم جمع کرده میتونیم و هم تفریق کرده میتونیم خیلی چه قسم اگر کسی بگه که حاصل جمع ای ار سی متریکس پیدا کنید چطور A جمع B و جمع سی را چطور پیدا کرده میتونم متریکس ای چند است دو منفی 4 و 1 0 و منفی دو متریکس اول A متریکس دو میشون سی 4 یک منفی سی دو منفی 4 متریکس دوم شد متریکس سوم یک سفر منفی دو و چار سفر و شش این سی همزمان با هم دیگر هم جمع کردن میتونیم و هم تفریق کردن میتونیم انصور به انصور با هم دیگر جمع میکنیم دو جمع سی پنج پنج جمع یک شش منفی سی و مثبت چار مثبت یک مثبت یک جمع سفر یک چار جمع یک پنج پنج جمع منفی دو مثبت سه یک ای یک جمع منفی سه منفی دو منفی دو مثبت چهار مثبت صفر جمع دو 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 جمع صفر دو منفی دو منفی چهار منفی شش منفی شش جمع شش مثبت دو این حاصل جمع ای هر سی متریکس عبارت باز هم ای چند در چند تشکیل شد سی در سی در دو تشکیل شد یعنی سی دانه سطر داره و دو دانه ستون داره با از هم دیگر تفریق کرده هم میتونیم ما چطور میتونیم که از هم دیگر تفریق کنم اگر عملی تفریق کرده اینجا انجام تفریق را انجام دهیم در هر سه متریک چطور تفریق کرده میتونیم هم بسیار به سادگی تفریق کرده میتونیم دو منفی سه دو منفی سه چند میشه؟ منفی یک منفی یک امرای منفی یک منفی دو منفی سه و منفی چار منفی هفت منفی هفت و سفر منفی هفت چارو منفی یک مثبت سه مثبت سه و مثبت دو پنج ای چون در ضرب میشه ای باز مثبت میشه یک مثبت سه ای باز علامه ای ضرب میشه مثبت چهار میشه چهار منفی چهار سفر صفر منفی دو منفی دو منفی دو, منف دو منفی صفر منفی دو منفی دو و مثبت چار مثبت دو مثبت دو منفی شش منفی چار ای هم حاصل تفریقشان شد ای حاصل جمع حاصل جمع شد و ای هم دیگه حاصل تفریقشان را به دست آوردن. یعنی این شرط نیست که ما فرمیسول دو, وی... دو با هم دیگر جمع تفریق کرده میتونیم ما چندین تا میتریکس با هم دیگر هم جمع کرده میتونیم و هم تفریق کرده میتوانیم مثلا مطرم در جای کم اشتباه شد در حاصل جمعشون منفی دو منفی چار منفی شش منفی شش امرای مثبت شش خلاص ای صفر میشه خیلی جمع و تفریق و قدر خود موقعیت با موقعیت انصور با انصور با هم جمع و تفریق میشود خواست جمع و تفریق میترکس ها چند خاصیت داره میخواییم که تمام خاصیت هایشان برتان معرفی کنیم خاصیت اول جمع و تفریق میترکس ها خاصیت اولشان خاصیت تبدیلی می باشد خاصیت چی؟ خاصیت تبدیلی جمع میترکس ها دارای خاصیت تبدیلی است اما تفریق, تفریق ها دارای خاصیت تبدیلی نمی باشد یعنی در جمع خاصیت تبدیلی صدق می کنه ولی در تفریق میترکس ها خاصیت تبدیلی صدق نمی کنه اگر ما داشته باشیم فرد مثال ای داشته باشیم ای آی جی ایمی در این و b داشته باشیم b داشته باشیم بی آی جی ایمی در این خاصیت تبدیلی اول در جمع خاصیت تبدیلی در جمع چطور ما نمایش داده میتونیم خاصیت تبدیلی در جمع A جمع B پس A جمع B مساوی به چی می شود؟ مساویب به B جمع A می شود یا هم نوشته کرده می تونم A I G M در N جمع B I G M در N این مساوی به چی میشه؟ مساوی بی آی جی ام ای در این جمع ای آی جی ام ای در ام شده میتواند پس در نتیجه گفته میتونیم که خاصیت تبدیلی در جمع صدق میکنه ولی در تفریق صدق نمیکنه اگر ما بخوایم که در تفریق خاصیت تبدیلیشون در نظر بگیریم چطور ما در تفریق در تفریق هم که باز ما داشته باشه می نمی دو میترکس ای منفی بی ای مساوی به بی منفی ای شده نمی تونه آله در مثال برتون واضح یا ما اینطور هم نوشته کرده میتونم ای آی جی ام در این منفی بی آی جی ام در این ی خلاف بی آی جی ام در ان منفی ای آی جی ام در ان می باشد یعنی خاصیت تبدیلی در جمع ماتریس ها صدق میکنه ولی در تفریق میترکس ها صدق نمیکنه ما عملا عالی در یک مثال برتان واضح میکنم که آیا واقعیت صدق میکنه یا نمیکنه در جمع چرا صدق میکنه و در تفریق چرا صدق نمیکنه این انشالله عملا عالی در مثال برتان کار میکنم واضح معلوم میکنم اگر ما داشته باشیم متریکس A متریکس a دو C4 و 5 باشیم و متریکس B شان هم مساوی چند باشه یک و دو منفی سی و سفر باشه خاصیت تبدیلیشان خاصیت اول در جمع خاصیت تبدیلی چی می باشد؟ ای ای جمع بی مصابی به چی می شود؟ مصابی به بی جمع ای می شود خب در اینجا جمع می کنم اول ای جمع بی این پس نتیجه ما در اینجا نوشته کرده می تونم دو سی چور و پنج جمع یک و دو منفی سی صفر ای باید مساوی به یک و سی یک و دو چار و منفی و صفر باید شود جمع جمع دو سی چهار و پنج باید شد خب اول این طرف حاصل ازی را پیدا میکنم ار دو را با هم دیگر جمع میکنم دو جمع یک سه سه جمع دو پنج چهار جمع منفی سه مثبت یک پنج جمع صفر صفر یه حاصل ازی شد حاصل ازی یک جمع دو سه سه جمع پنج سه جمع دو جمع سی پنج منفی سه و مثبت یک صفر جمع پنج چند میشود صفر دیگه اشتباه شد. خب یک جمع یک جمع دو جمع یک سه سه جمع سه جمع دو پنج دیگه چهار جمع منفی یک مثبت یک پنج جمع صفر پنج بی پنج پنج و در اینجا هم سفر جمع پنج پنج شد این با هم دیگر مساوی شد پس خاصیت تبدیلی ای در اینجا صدق میکنه خاصیت تبدیلی در تفریق آله میبینیم در عملیه تفریق ای منفی بی خلاف بی منفی ای میباشد هر دو را آله امتیان میکنم قیمت ای دو سه چار پنج منفی ای بی یک دو منفی سی و سفر ای خلافی چی می باشد بی بی قیمتشون چون چند یک دو منفی سی و سفر منفی منفی ای ای دو سی چور پنج خب اول حسل تفریق از این دو منفی یک چند می شود؟ دو منفی یک، یک. سی منفی دو، یک. چار منفی، منفی سی، هفت می شود. مثبت هفت. پنج منفی سفر، پنج. یک طرف شون اینمی ویکتور شد. این خلاب از چی هست؟ یک منفی دو، منفی یک. دو منفی سی، منفی یک. منفی سی و منفی، منفی هفت. سفر منفی، منفی پنج، اینا با هم دیگر مساوی شده نمیتونه خلاف هست پس در نتیجه گفته میتونم خاصیت تبدیلی در جمع میترکس ها صدق میکنه ولی در تفریق میترکس ها خاصیت تبدیلی صدق نمیکنه خاصیت دومشان به نام خاصیت خاصیت اتحادی جمع و تفریق میترکس ها دارای خاصیت اتحادی خاصیت یا ای قسم خاصیت اتحادی در جمع و تفریق متریکس ها خب اول در جمع خاصیت اتحادی در جمع هم صدق میکنه خاصیت اول چی می خاصیت اتحادی در جمع اول خاصیت اتحادی در جمع متریکس ها صدق می کند دوم خاصیت اتحادی خاصیت اتحادی در تفریق متریکس ها صدق نمی صدق در تفریق میترکس ها صدق نمی اینه در اینجا ما سی داریم اگر جمعشان در حالت جمعشان صدق میکنن، ولی در حالت تفریقشان صدق نمیکنه این با هم دیگر مساوی شده نمیتونن. باز هم شما سیمیتریکس تشکیل کنین خاصیت اتحادیشان چه قسم ما اول در جمع اگر ما سیمیتریکس داشته باشیم ام پر ای آی جی ام در ام و بی دا بی دا بی داشته باشیم بی آی جی ام در ان و سی داشته باشیم سی سی آی جی ام در ان داشته باشیم پس در نتیجه در جمع خاصیت اتحادی در جمع مترکس ها ای جمع بی جمع سی مساوی به چی شده میتوند؟ مساوی به ای جمع بی جمع سی شده میتواند یعنی ما این هم نوشته این خاصیت اتحادی در جمع متریکس ها صدق میکنه ولی در تفریق این صدق نمیکنه ای منفی بی منفی سی ای مساوی به ای منفی بی منفی سی شده نمیتواند عنصر عینیت در جمع و تفریق متریکس ها عبارت چی می باشد؟ متریکس سفری می باشد. عنصر عینیت قبلا هم برتان گفتم عبارت از عنصر ما باشد که در خود عملیه تاثیر نداشته باشد. بی تاثیر باشد. هیچ نه و تاثیر گذار نباشد. او به نام میشه؟ به نام عنصر عینیت. پس عنصر عینیت در جمع و تفریق متریکس ها عبارت از متریکس سفری می باشد. اگر ما داشته باشیم ای مسوی به ای آی جی m در n و ماتریس دوم داشته باشیم b یک ماتریس صفری داشته باشیم b مساوی فرض مثال صفر این آی جی m در n این دو ماتریس داشته باشیم دا ای جا خو اینیت در اینجا عنصر عینیت در جمع اگر ما به این متریکس بی را جمع کنیم پس مصوبه چی میشه؟ به متریکس ای میشه پس انصور عینیت در جمع متریکس ها عبارت از متریکس سفری اگر تفریق کنم پر مثال ای منفی بی باز هم میشه چی میشه؟ به ای میشود پس انصور عینیت در جمع و تفریق متریکس ها عبارت از متریکس صفری می باشه فرد مثال اگر ما داشته باشیم متریکس A داشته باشیم دو یک سی و چار داشته باشیم و متریکس B شان داشته باشیم سفر 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 سفر, سفر داشته باشیم آل A جمع B A جمع B پس مسئول به A و در اینجا A ای منفی B باز پس مصوب به A میشه پس انصور عینیت در جمع و تفریق میترکس ها عبارت چی می باشه؟ عبارت از میترکس سفری مربوطه امان میترکس می باشد. خاصیت چهارمشون معکوس در جمع و تفریق میترکس ها هرگاه ما در جمع یک میترکس داشته باشیم تعزادشان به نام معکوس آن میترکس یاد می شود تعزادشان اگر خود میترکس مثبت باشد تعزادشان منفی است اگر منفی باشد تعزادشان مثبت می باشد پس اگر هر میتریکس با تضادشان که شان یاد میشه اگر به او جمع شود یا پر مثال ما یک میتریکس منفی داشته باشیم تضادشان پس مثبت میشه و اگر پس هر میتریکس با شان جمع شود چی در چی, چی یک میتریکس مثبت باشه و چی یک میتریکس منفی, منفی باشه که با, با شان یا با تضادشان جمع شود پس ماتریس اینیت حاصل می شود. یعنی دیگه ما ای قسم هم گفتم می تونم مکوس در جمع ماتریس و مکوس در در تفریق ماتریس. اگر یا مکوس در یک ماتریس مثبت و مکوس در یک ماتریس منفی, منفی می باشد، مکوس در یک ماتریس مثبت منفی می باشد، مکوس در یک ماتریس منفی مثبت می باشد. برتان معلوم میشه اگر ما فرض ای دی جو یک متریکس داشته باشیم فرض ای آی جی ام در ان اگر ای متریکس مثبت باشه تضادشان یا معکوسشان مساوی چی میشه مساوی به منفی ای منفی ای مساوی به منفی ای آی جی ام در ان اول اگر ای اردو متریکس ها با هم دیگر جمع شوه عنصر عینیت در عملی جمع حاصل میکنه A جمع منفی ای یا ای قسم هم نوشته کرده ای آی جمع منفی ای آی جی ای پس در اردو صورت متریکسی صفری برتون، یا متریکس انصور اینیت در عمله جمع برتان حاصل میکنند فرد مثال اگر ما یک متریکس داشته باشیم مترکس ای یعنی در جا شرط نیست که متریکس ای اتمی باید مثبت باشه اگر فرد مثال ما این متریکس منفی داشته باشیم معکوس یا یا فرد مثال اینمی داشته باشه منفی ای آی جی پس معکوس ازی زی مسابه چی میشه مثبت ای ای آی جی میشود یعنی ایجا ما هدفشان شونه یعنی یا مثبت باشد مثبت یعنی مثبت دیجا یا مثبت باشد و یا منفی باشد ایجا خلافشان به نام میشه به نام تضادشان یاد بشه یا معکوسشان اگر مثبت داشته باشیم معکوسشان منفی اگر منفی داشته باشیم معکوسشان مثبت می باشد فرد مثال ما یک مثال برتان کار میکنم اگر ای داشته باشیم ای داشته باشیم سی 5 منفی سی و یک باشد تضاد از این اول تضاد از این چطور پیدا کرده میتونه منفی ای مصابه چی میشه منفی سی و 5 و منفی سی و یک ای اصلا ای منفی یک هست در اینجا سکالر من منفی یک میوشه داخل شانزر میشه خیلی منفی مصابه چند میشه منفی سی منفی 5 سی و یک آل ای اگر به خود ماتریس جمع شود در اینجا در صورت ای معکوس شان حساب میشه که اگر به خود ماتریس جمع شود باید ماتریس عینیت حاصل شود این ای جمع منفی ای اگر با هم جمع شود باید در اینجا یک میترکس سفری ای سفری مربوطه باید حاصل شود میترکس ای در اینجا چند است؟ بر ما معلوم است سی پنج منفی سی و یک شد جمع با معکوس شان معکوس شان چند است؟ سی منفی پنج سی و یک شد ای که با هم دیگر سی منفی سی سفر پنج منفی پنج پا سفر سی مثبت سی منفی سی مثبت سی سفر یک من جو علامه منفی مثبت یک و منفی یک سفر این یک متریکس اینیتی دوی در دو حاصل شد پس در هر متریکس که با معکوس شان جمع شود در صورت شان این معکوس میشه که با معکوس شان جمع شود متریکس عینیت حاصل شو اگر مترکس عینیت حاصل شو پس در نتیجه گفته میتونه کی معکوس شان یا تضاد شان حساب و اگر منفی بود تضاد مثبت اگر مثبت بود تضاد منفی اگر منفی بود تضادشان یا معکوس شان مثبت میباشه عنوان دیگه عبارت از ضرب یک سکالر در متریکس اگر ما یک متریکس داشته باشیم m، پر مثال مثلا به ای آی و یک سکالر داشته باشیم پر مثال که یک سکالر که هم شامل در اعداد طبیعی هر عدد از اعداد طبیعی شده میتواند اگر ما ای داشته باشیم ای, را با ای شامل در عدد اقی در عدد عدد یعنی هر عدد اما از عدد طبیعی شامل در عدد هر عدد از عدد اقی شده میتواند سکالر ما چه قسم با هم دیگر ضرب کرده میتونیم؟ ای در قط ای ضرب در ک این مسئله چی میشه؟ مسئله با ضرب در ای یعنی ما این طور ضرب کرده میتونیم آل ایشان که پیدا کنیم که فرمیسون چه قسم در هر انصورشان جدا جدا ضرب میشه؟ در قط ای آی جی ای آی جی ایم در این ضرب در که و این هم مسئول به چی میشه که ز در ای آی جی یعنی در داخل در هر انصورشان با هم دیگر زر پس در نتیجه نوشته کرده میتونم ای آی جی زر در که پس چی میشه به امون درجه در درجه شون هیچ هیچ و تغییرات حاصل نمیشه در اینجا که زر در ای آی جی امی در ان حاصل میشه ما فرض مثال یک مثال ساده با در اینجا براتان کار کنیم چطور ما حاصل ضرب یک سکالر ضرب در متریکس پد مثال اگر ما داشته باشیم که ای مسابه ای یک و یک ای یک و دو ای یک و سه ای دو و یک ای دو و دو ای دو و سه ما این متریکس داشته باشیم سکالر هم پد مثال که از عداد حقیقی هر عدد شده میتونه ای ضرب که پس مصوب چی میشه؟ ای ضرب که یعنی ای ضرب که خود ای آی جی ضرب در زرب در هر عنصرشان می اگر ما بخوایم که ای ضرب که در ایجا پیدا کنیم ای ضرب در کار پیدا کنیم ای در قدر در داخل در هر عنصرشان ضرب میشه چه قسم نوشته کرده میتونیم؟ یا که ضرب در ای ای با هم دیگه مساوی که زر در ای شده میتونه یا ای زر در ک شده میتونه در داخل که چون خاصیت تبدیل در ضرب صدق میکنه یا او طرف نوشته شده یا طرف کدام مشکل دیجا دا نداره ک زر در ای یک ای یک و یک که زر در ای یک و دو ک زر در ای یک و ای یک و سی سطر اول شان سطر دونش که زر در ای دو ای یک ک ای دو دو که ای دو سی این حاصل ضرب یک سکالر در متریکس در قد که ما سکالر ضرب در متریکس میکنیم اما سکالر ضرب در هر عنصرشون جدا جدا میشود و هیچ نو تغییرات در او وارد نمیشه این هم متریکس دوی در سی و در ایجا هم امان متریکس حاصل شد دوی در سی دوی در سی فقط منتها سکالر در کجا کاربردشان هستن ما چون قبلا در درس های قبلی در ویدیو های قبلی برتان گفتم که اگر ما بخوایم که فرمیسال کالیتی یک ایمیج را از یک قسمتشان در پوتشاب چه قسم جور کردن میتونیم چطور زیاد کردن میتونیم و چطور کم کردن میتونیم این توسط اینمی سکالر ای خود ایمیج ما که برتان گفتم هر ایمیج که дар компیوтер ташкил мешавад в ҳр вیдеو ки дар компیютер تшкил мешавд и таوассطи меتриکсҳо تашкил мешаوад агар мо бхоим миثол к қисмати аз к اимеجро جур кунем худи мtрiکс کи تашкилкунндаи ایмеج ҳасته وро ба блоکҳо تаقسим мекунм و блاکҳора ҳр қисмати аз м ما میتونیم که توسط سکالرشان اگر سکالر در اوجا اضافه کنیم کوالیتیشان زیادتر میشه اگر سکالر در اوجا کمتر کنیم کوالیتیشان کمتر میشه یعنی توسط سکالر در اقت در اوجا سکالر برشان زیادتر و کمتر میشه تا که بتونیم کوالیتی ایمیج را کمتر و زیادتر بتوانیم